سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از حرفهای تند و جنجالی آقای علی کریمی به سران و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای علی کریمی همچنان به زدن حرفهای تند و جنجالی ادامه میده. ایشون در رابطه با جنگ دوباره بین فلسطین و اسرائیل حرفهای جنجالی زده. با انتشار این توییت در مورد بیمارستان غزه نوشت: یه چند روز صبر کنیم ببینیم این جنایت کار کدوم حرومزادگان بوده که در تاریخ ثبت خواهد شد. در استوری دیگه ای هم با انتشار این خبر که تظاهرات در غزه که میگفتند کجای صدام حسین بعد از تو فلسطین رو فروختن، با هشتگ زرشک نوشت: دیکتاتوری که ثروت ایران رو جای دیگر هزینه میکند ولی همونجا برگ چغندر هم حسابش نمیکنند. در استوری دیگه ای هم با انتشار این عکس از کودکان کشته شده در طی اعتراضات و کودکان آسیب دیده نوشت: رژیمی که بچه های ایران رو عامدانه کف خیابون ها میکشه، در زندان ها شکنجه میکنه و حق زندگی کردن رو ازشون گرفته، نگران جان بچه های غزه نیست. آتش بیار معرکه و شریک در کشته شدن اونهاست. شما دشمن زندگی هستید، چه در ایران، چه در فلسطین و چه در اسرائیل. و هشتگ رژیم جنایتکار آخوندی رو زد. بعد هم توییتی رو از احسان پیربرناش، طنز پرداز ایرانی، منتشر کرد که نوشته: همه قبول داریم بمبارون بیمارستان در غزه جنایت جنگی کار حرومزاده هاست دیگه، یا فقط اگه کار اسرائیل باشه کار حرومزاده هاست. حماس و جهاد اسلامی زده باشن تبدیل نشه به خطای انسانی. موضع ما با تغییر جانی عوض نمیشه. شما چطور؟ علی کریمی با هشتگ بیخاصیت ها نوشت: این ارزشی های مزدور در هر صورت عرعر میکنن، چون تنها راه سیر کردن شکمشون همینه. بعد هم توییت دیگه ای رو منتشر کرد که نوشته: هی میگن چرا پس بسیجی ها نمیرن غزه؟ خب به خاطر اینه که عادت ندارن طرف مقابلشون مسلح باشه و میترسن. بسیجی ها فقط جایی وارد میشن که طرفشون دختر 16 ساله و مردم بی سلاح باشن که بتونن با تفنگ و باتون بزنن و بکشن. و هشتگ مهسا امینی رو زد. علی کریمی نوشت: اینها شب میخوان برن توالت با شوکر و اسپری اشکاور میرن. در استوری دیگه هم با انتشار عکس این دو کودک اسرائیلی و فلسطینی در کنار هم دیگه، استوری رو از اشکان خطیبی منتشر کرد با هشتگ به امید آن روز، که نوشته: این دنیای کودکانه که شما به لجن کشیدیدش، هر چیزی رو در جهت منافع خودتون مصادره کردید، جهان بی جنگ با شما یک امر ناممکنه. این تصویر روزی محقق خواهد شد، روزی که شما نیستید. به امید اون روز. در استوری دیگه هم با انتشار وضعیت وحشتناک آب گرفتگی در خیابانهای لنگرود که بر اثر بارندگی‌های چند روز پیش به وجود اومده و مردم درگیر این سیل و آب گرفتگی شدن، نوشت: به حال وطن خودمون زجه مویه کنیم. بعد هم با انتشار این حرف‌های خانم فاطمه سپهری، فعال سیاسی زندانی که چند روزیه که در بیمارستان به سر میبره و حکومت همچنان در حال آزار و اذیت اونه، که گفته از روزی که خامنه‌ای اومد خاورمیانه روی آرامش ندیده، علی کریمی هشتگ فاطمه سپهری رو زد. با انتشار عکسی هم از داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر که در هفته گذشته به شکل فجیع به قتل رسیدن، علی کریمی با انتشار این توییت نوشت: در ایران هیچی نداریم، عوضش امنیت داریم. بعد هم به مناسبت تولد شهبانو فرح پهلوی این عکس رو از ایشون منتشر کرد و نوشت: مادر ایران زمین، اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی، خجسته زاد روزتون فرخنده باد. با انتشار این خبر که پرونده فساد 20 هزار میلیارد تومانی و اعلام بازداشت دو فرزند معاون اول قوه قضاییه با 8 ماه تأخیر، علی کریمی نوشت: دیگه رئیس فاسد نیاز به معاون فاسد هم دارد. با انتشار این خبر هم که پاسخ کریم باقری به مدیرعامل پرسپولیس این بوده که آقای درویش حقیقت رو بگو، دروغ گفتن اصلا خوب نیست، علی کریمی نوشت: دروغگویی از نشانه های بارز مدیران رژیم آخوندی است. در توییت دیگه ای هم علی کریمی نوشته: اگه میخوای احساس ثروت کنی، کافیه چیزایی رو تو زندگیت بشموری که با پول نمیشه خرید. هشتگ مزدوران خامنه ای و هشتگ شرف خریدنی نیست رو زده. در استوری دیگه ای هم با انتشار این عکس از خودش نوشته: از مرگ خودت نترس، هرگز اون رو نخواهی دید. از مرگ شرفت بترس، هر روز اون رو خواهی دید.
بعد هم با انتشار این عکس از دختر تبریز هشتگ مرگ بر خامنه‌ای زده. در توییت دیگه‌ای هم نوشته این مزدوران سایبری 50 تومن بیشتر بدی هر جا میان، هشتگ مزدوران خامنه‌ای و بی‌خاصیت‌ها رو زده و نوشته کسانی که لنگ تیکه و سخانی از رژیم کثیف آخوندی هستن، مردم ایران حاضرن اکبر جوجه بدن تا خودتو نفروشی بی‌خاصیت‌ها. با انتشار این عکس هم از ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی که یه جورایی برای محمد حسینی هم پدری کرده، نوشت ماشاءالله کرمی. در استوری دیگه ای هم این حرفهای علی مطهری رو منتشر کرد که گفته در صورت ورود زمینی اسرائیل به غزه و نسل‌کشی ایران هم وارد شود، این طوفان باید ادامه داشته باشد. و سید مجتبی واحدی در زیر اون عکس نوشته تخم بابات نیستی اگه خودت اول از همه نری برای جنگ با اسرائیل. علی کریمی هم در پاسخ به ایشون نوشته سید جانا سخن از زبان مردم ایران میگویی. در استوری دیگه هم توییتی رو از امیر عبداللهیان منتشر کرده که نوشته لایق ترین نماد صلح جهانی سردار فداکاری بود که 2 دهه با تروریسم و خشن ترین جنایتکاران مبارزه کرد و امنیت منطقه و جهان رو تضمین کرد. حضور 10 میلیونی مردم در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی در ایران و عراق و همدلی جهانیان با شکوه ترین و ماندگار ترین اعطای جایزه صلح در تاریخ بود. که سید مجتبی واحدی در پاسخ به اون نوشته نماد جهانی پیشکش، کاشکی اونقدر اعتبار و آبرو توی دنیا داشتید که حداقل داداشی‌های جدیدتون که با هم رقص شمشیر یا باسن چرخانی می‌کنید حاضر می‌شدن مجسمه قاسم سلیمانی رو لایق حضور در کنار زمین فوتبال بدونن. علی کریمی با هشتگ بی‌خاصیت نوشت چقدر نقش سنبول خان به این انقلابی بیشتر میاد تا وزیر. بعد هم با توجه به شروع جنگ دوباره بین اسرائیل و فلسطین و عکس‌های وحشتناکی که در فضای مجازی از جنایات و وحشیگری‌هاشون می‌بینیم، توییتی رو منتشر کرده که نوشته من و میلیون‌ها ایرانی آرمانی به نام فلسطین نداریم. ایران و ایرانی چیزی جز تباهی و فلاکت و خسران از فلسطین ندیده. چه آن زمانی که 57‌های فرومایه رو در پادگان‌هایشان آموزش‌های تروریستی می‌دادند، چه آن زمانی که 8 سال تمام قد پشت صدام بودند، چه زمانی که به خاطر حمایت‌های احمقانه جمهوری اسلامی میلیاردها دلار ملت ایران صرف آنها شد و چیزی جز فشار اقتصادی و انزوای بیشتر برای ملت ایران نداشتند. نیازی به توضیح نیست که کشته شدن انسان‌های بیگناه و مردم عادی فارغ از ملیت و تبار و دین و مذهب محکوم است و جای هیچ گونه دفاعی ندارد. می‌خواهد مسیحی باشد، می‌خواهد مسلمان باشد، می‌خواهد یهودی باشد. تصویر خیابانی با نام و نقش صدام در فلسطین که آقای علی کریمی هشتگ زد حرف حساب. در استوری دیگه ای هم با توجه به مطالب وایرال شده در این روزها از مهاجرت بیشمار افغانها به ایران نوشت عجیبه که نگران هستیم چند میلیون مهاجر افغان ایران رو از ما بگیرند، ولی ایمان نداریم که با 80 و چند میلیون ایرانی میتونیم ایران رو از آخوندها پس بگیریم. بعد هم با انتشار این حرف‌های حسن خمینی که گفته برخی میگویند سرمنشأ همه مشکلات انقلاب 57 است، نوشت این مفتخور انقلاب که تا 2 ماه پیش خفه خون گرفته بود تازگی لب به سخن گشوده در مورد مشکلات. خبری در راه است برای بخور بخور بیشتر. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.